ادامه آزار و اذیت غیر نظامیان از سوی طالبان در پنجشیر. ساکنان عنابه ولایت پنجشیر به سطوح آمدند. وزیر امر بالمعروف طالبان: اطاعت از ملا حیبت الله آخونزاده وجیبه ملی هر فرد است. بینندگان گرامی، درود بر شما. مشروع اخبار. وزیر امر بالمعروف طالبان: اطاعت از ملا حیبت الله وجیبه ملی هر فرد است. وزیر امر بالمعروف طالبان در جوزجان گفته است اطاعت از ملا حیبت الله آخونزاده رهبر این گروه وجیبه ملی هر فرد است. با گزارش باختر، خالد حنفی تأکید کرده که طالبان با تطبیق شریعت جوانان را ذهنیت سوزی خواهند کرد. او گفته است اشغالگران در 20 سال گذشته ذهن جوانان را خربی بار کرده است. خالد حنفی هفته گذشته نیز در سفر به بامیان گفت که ذهن جوانان از نگاه اخلاقی منحرف و مفسد شده است. سرپرست وزارت امر بالمعروف طالبان هفته گذشته در دیدار با شماری از علمای دینی و مسئولان محلی طالبان در بامیان گفته بود که این گروه فرهنگ غربی را از جامعه و ویژه از مکاتب و دانشگاه های افغانستان حذف و فرهنگ ناب اسلامی را جایگزین خواهد کرد. در جریان نزدیک به یک سال گذشته، حکومت طالبان همواره با وضع مقررات سختگیرانه تلاش کرده است. نوع خاصی از قرائت که این گروه از دین اسلام دارد آن را در جامعه عملی کنند. در این مدت طالبان ضمن اعمال محدودیت شدید بر زنان، به ویژه محرومیت دختران از آموزش و کار و سفر، پوشش برقه چادری را برای زنان اجباری کرده و تراشیدن ریش و موی را برای مردان نیز منع کرده است. خالد حنفی در مراسم در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گفته است انسان زمانی به مقصد و امرام حقیقی زندگی خود می رسد که مطابق به اصول و اساسات دین عمل کند. او در این مراسم تأکید کرده است که رعایت امر بالمعروف و نهی عن المنکر ضامن سلامتی جامعه از هر نوع انحرافات و بی‌بندوباری هاست. این مقام طالبان حفاظت از نظام اسلامی و پیروی از دساتیر و اساسات دین اسلام را برای هر فرد جامعه فرض دانسته است. خالد حنفی ضمن آنکه اطاعت از رهبر طالبان را وجیبه ملی همه دانسته گفته است، به خاطر آزادی افغانستان از دست ابرقدرت و استعمارگران باید شکرگزار باشیم. سرپرست وزارت امر بالمعروف طالبان اخیرا گفته بود که برای استقرار نظام اسلامی فرمانهای بیشتر صادر خواهد شد. 9/1401 افغانستان اینترنشنال. ادامه آزار و اذیت غیر نظامیان دست سوی طالبان در پنجشیر. ساکنان عنابه به سطوح آمدند. 8 صبح پنجشیر. شماری از باشندگان ولایت پنجشیر از ادامه آزار و اذیت غیر نظامیان از سوی طالبان در این ولایت شکایت دارند. باشندگان پنجشیر روز یکشنبه 9/1 با فرستادن پیام به روزنامه 8 صبح مدعی‌اند که طالبان ساکنان بخش‌های مختلف پنجشیر به ویژه منطقه آستانه ولسوالی عنابه را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. با گفته ساکنان محل، طالبان تنها در روسای آستانه در بیش از 10 منزل مسکونی، یک لیسه تخنیکی و مسلکی و یک مکتب دخترانه قرارگاه نظامی ایجاد کردند. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان خوش. الله نگهدارتان.